اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محسنین عزیز، امیدوارین صحتمند و عافیت باشید. هفته 14 که ما از به دیپارتمنت ساختمانی انجینری، پنزه انجینری، موضوع کیمیا شروع میکنید و به این سلایدی که میبینین اهداف از این آموزشی از این نوشته منابع هم میگی نوشته که روی اصل موضوع میرین و صحبت میکنیم. هفته 14 عنوان درس ما رابطه کیمیاوی، انواع رابطه کیمیاوی، انرژی شبکه‌ای، خواص مرکبات آیونی، رابطه هیدروژنی، رابطه فلزی، رابطه پای و سیگما میباشه که روی از این موضوعات قبول میکنیم. اهداف درس ما، محصلین ما میتونن که به حساب رابطه کیمیاوی درست بفهمند و عناصر که در یک تعامل صورت میگیره که یک مرکب یا یک مولکول به حساب تشکیل میدن این چیزها رو هم بگی بفهمند و در ختم از این پروسه قادر باشن که انواع و اقسام تعاملات کیمیاوی بتونن بنویسن و همچنان محصول های تعامل در یک تعامل کیمیاوی درست و دقیق چکار کنن؟ تفکیک کنن. موضوع اساسی که ما صحبت میکنیم رابطه کیمیاوی. رابطه کیمیاوی عبارت از قوه است که توسط آن ذرات کیمیاوی که اتم ها، آیون ها و رادیکال ها باشه با هم ارتباط پیدا کرده و در نتیجه با ذرات بزرگی مانند مولکول ها، آیون های چندین اتمی و ذرات دیگر به وجود میه. منظور از رابطه کیمیاوی اینه که چی رقم اتم ها در یک مولکول یا در یک مرکب به حساب رابطه برقرار میشه که اینا با هم ترکیب شن. پس به این اساس یک انرژی داخلی ذخیروی یا انرژی پتانسیل به حساب عناصر کیمیاوی دارن که این عناصر با هم مرتبط میشن و مولکول های کوچک و مولکول های بزرگ و بالاخره مرکبات مغلق چکار میکنن؟ میسازن. مثلا هیدروژن در حقیقت اگر رو از اون ما صحبت کنید یک هیدروژن با یک هیدروژن دیگه تعامل کرده یک مولکول هیدروژن ساخته که اون ما میگیم H2 و یک اتم به حساب کلورین با یک اتم کلورین یک جا شده یک مولکول کلورین ساخته که ما میگیم LCl2. پس اگر یک مولکول هیدروژن با یک مولکول کلورین تعامل کنه دو مولکول هیدرو کلوریک اسید تشکیل میده و مقدار انرژی هم چکار میشه؟ آزاد میشه در این تعامل. و همچنین در این تعامل اگر کلسیم کاربونیت که او کلسایت یک مرکب به حساب غیر عضوی در حقیقت عضوی میباشه که در ترکیب خود خود کاربون داره، یعنی منظور از اینه که او از فوسیل های به حساب جانورهای عظیم الجثه تشکیل شده، پس اگر ایر ما با حرارت یا انرژی تعامل بدین در اثر انرژی دادن که تعامل اگزوترمیک میشه ما میتونیم که اور بگیم که کلسیم اکساید و کاربون دای اکساید چکار میشن؟ استحصال میشن. پس ما بگیم که روابط کیمیاوی انواع مختلفی داره که میتونه شامل رابطه آیونی باشه، رابطه اشتراکی باشه، رابطه اشتراکی یگانه و دوگانه و سگانه باشه، رابطه اشتراکی به حساب پای و سیگما باشه و رابطه اشتراکی یک طرفه باشه و رابطه فلزی باشه که روی هر یک از اینا صحبت دارین و شما انشالله بهتر میفهمید. دگه انرژی شبیکوی دارین یا تغییر انتلپی مربوط به تراکم آیون های مثبت و منفی برای یک شبکه بلاوری را انرژی شبکوی میگن. عوامل مؤثر بر انرژی شبکوی عبارت از چارچ، شعاع آیونی و نوع شبکه
که اینا میتونه به حساب به انرژی شبکوی به حساب ارتباط بسیار مستقیمی داشته باشه. خواص رابطه اشتراکی انرژی رابطوی و طول رابطه، ما در اثر تعامل عناصر یا مالیکول ها یا مرکبات به حساب وقتی که صورت میگیره، بعد یک انرژی داخلی ذخیروی یا انرژی شبکوی یا باندینگ انرژی که انرژی انتلپی میگن وجود داشته باشد در همی عناصر تا این عناصر بتونه به شکل اندوترمیک یا اگزوترمیک چکار کنه، اینا با هم پیوست بده. ما میگن ای یا بی میتونه ای بی به وجود بیاره و ای بی میتونه به حساب کمود دلتا ای چه که میگین تشکیل به حساب رابطه، طول رابطه بین به حساب تعاملات عناصر کیمیاویه. در بعضی طول رابطه بسیار کوتاه، در بعضی طول رابطه بسیار زیاده. مثلا اگر ما به حساب روی رابطه پای و سیگما غور کنیم که در درس‌های بعدی صحبت می‌کنیم، طول رابطه در سیگما در رابطه در پای طول رابطه کوتاه و انرژی کمتر ضرورت داره برای شکستن ازی، اما در سیگما طول رابطه زیاده، پس انرژی بسیار زیادی ضرورت داره تا رابطه چکاشه بشکن. خواص مرکبات آیونیه که خواص مرکبات آیونی خواص از اینا یکی حادی برق هم که برق هم میتونن از خود رو انتقال دن، سختی از اونایه و شکنندگی از اینا. پس عناصر که شامل رابطه آیونی میباشن عبارتن عناصر گروپ یک ای فلزات القلی و عناصر گروپ دوی فلزات به حساب القلی زمینی که اونا رو به نام فلزات خاکی میگن و عناصر هلوجن ها که به حساب گروپ هفت ای میشه، اونا مربوط برای از اینا میشه و همچنین گروپ اکسیژن که گروپ ششم ای مربوط به بخش مرکبات آیونیک میشه. رابطه اشتراکی، رابطه اشتراکی ما مهمترین رابطه، رابطه اشتراکیه که رابطه اشتراکی در مرکبات به حساب قطبی و در مرکبات غیر قطبی وجود داره و این رابطه اشتراکی ما میگیم که در مرکبات عضوی بیشتر به مشاهده میرسه و رابطه اشتراکی ده که میگم عبارت از نوع رابطه کیمیاویه که به حساب به مشترک گذاشتن الکترون های ویلانسی بین عناصر چکار میشه؟ تشکیل میشه و این رابطه اشتراکی ما ایر بنام رابطه کوئلانت هم میگن که رابطه کوئلانت میتونه دارای سه رابطه باشه که او رابطه اشتراکی یکگانه، دوگانه و سگانه میتونه شامل از اینا باشه که رابطه اشتراکی یکگانه داریم، رابطه دو اشتراکی دوگانه داریم و رابطه اشتراکی سگانه داریم. رابطه اشتراکی یکگانه ما میگیم که یک جوره الکترون بین دو عنصر به حساب الکترون های ویلانسی از اینا تبادله میشه که در اثر و مشترک گذاشتن یک جور الکترون میتونن یک مالیکول رو به وجود بیارن. مثلا اگر یک هایدروژن یک الکترون خورد با هایدروژن دیگه به اشتراک بگذاره، در اثر اشتراک گذاشتن از اینا یک مالیکول هایدروژن تشکیل میشه. یا در رابطه اشتراکی دوگانه ما میتونیم بگیم که رابطه اشتراکی دوگانه اگر اکسیژن دو به حساب الکترون خور با اکسیژن دیگه دو الکترون به اشتراک بگذاره، در اثر اشتراک گذاشتن دو جوره الکترون بین دو عنصر به حساب مالیکولی تشکیل میشه که او دو یا اکسیژن طبیعی که در طبیعت وجود داره ما میتونیم اون چکار کنیم؟ اطلاق. و همچنین رابطه اشتراکی سگانه بین عنصر نایتروژن که الکترون های ویلانسی از سه تا هست، بین سه جوره الکترون ویلانسی
با های نایتروژن دیگه که 3 الکترون ویلانسی داره به اشتراک میگذارد، در اثر اشتراک گذاشتن 3 جوره الکترون بین هم دیگر یک مالیکول نایتروژن تشکیل میشه. اینا در اتم ها بود. پس در مرکبات رابطه اشتراکی یگانه ما میتونیم که بگیم که رابطه اشتراکی یگانه بین مرکب ایتان صورت میگیره که دو کاربن میتونه رابطه اشتراکی یک جوره الکترون یک کاربن یک الکترون یک کاربن دیگه به اشتراک بگذاره. پس یک جوره الکترون بین دو کاربن به اشتراک گذاشته شده و رابطه اشتراکی یگانه به وجود میاد که در مرکب ایتان مشاهده است. و همچنین رابطه اشتراکی دوگانه ما میتونیم در مرکب اتلین مشاهده کنیم که اتلین دو الکترون خور یک کاربن با دو الکترون کاربن دیگه به اشتراک میگذاره، در اثر اشتراک گذاشتن دو جوره الکترون بین دو عنصر رابطه اشتراکی دوگانه تشکیل میشه و رابطه اشتراکی دوگانه در مرکب اتلین ما مشاهده. و همچنین رابطه اشتراکی سگانه ما میتونیم در مرکب اسیتیلین مشاهده کنیم که اون رابطه اشتراکی سگانه یک کاربن 3 جوره الکترون با کاربن دیگه که 3 جوره الکترون داره به اشتراک میگذاره، در اثر اشتراک گذاشتن 3 جوره الکترون بین دو کاربن رابطه اشتراکی سگانه صورت میگیره و رابطه اشتراکی سگانه در مرکب اسیتیلین میتونیم و مشاهده برسه کور مشاهده کنید. دیگه ما رابطه اشتراکی یک طرفه داریم. رابطه اشتراکی یک طرفه ما میتونید بگید رابطه اشتراکی کواردنت کوهلان، که کواردنت کوهلان رابطه اشتراکی یگانه و این میتونه رابطه اشتراکی یگانه در مرکب به حساب نایتریک اسید و سلفوریک اسید دقیق به مشاهده برسه. در اثر مشاهده کردن از اینا در این دو مرکب که به حساب ما مشاهده میکنین، در سلفوریک اسید سلفر میتونه به حساب یک جوره الکترون یک طرفه با اکسیژن بالا، یک جوره الکترون یک طرفه با اکسیژن پایین داره و همچنین در اثر تعامل به حساب سلفر با اکسیژن بالا یک جوره الکترون از طرف خود رو، با اکسیژن پایین یک جوره الکترون از طرف خود رو، میتونه که رابطه اشتراکی به حساب یک طرفه به وجود بیه. و همچنین در سلفوریک اسید همچنین نایتروژن یک رابطه اشتراکی با یک هیدروژن میتونه داشته باشه که در اثر رابطه اشتراکی یک طرفه ما میتونیم در نایتریک اسید امو رابطه کواردینیت کوهلانتر به حساب توضیح بدیم. ما رابطه فلزی داریم. رابطه فلزی رابطه‌ایه که تمام الکترون‌ها در تمام اوربیتال‌های به حساب فلزات، که فلزات اوربیتال‌های به حساب آزادی دارن، او الکترون‌ها به شکل آزادانه در اوربیتال‌های دی و اف که اوربیتال‌های خالی و فضای خالی داره همیشه اونا در حال حرکتن. پس میتونن فلزات در اوربیتال‌های دی و اف تمام الکترون ها به شکل شناور از یک اوربیتال به اوربیتال دیگه به حساب انتقال پیدا کنن، که رابطه به نام رابطه فلزی یاد میکنن که الکترون ها میتونن روی هم دیگر به صورت درست چکارشن بلغزن. رابطه هیدروژنی داریم که رابطه هیدروژنی یکی از روابط بسیار مهمه که ما میتونیم بین مالیکول آب داشته باشیم و همچنین بین میتایل استر داشته باشیم و همچنین بین هیدروژن فلوراید داشته باشیم، که رابطه چی میگن؟ رابطه هیدروژنی میگن. اگر ما بین اکسیژن داشته باشیم رابطه
زاویی که بین هیدروژن و اکسیژن هست 90 درجه و اگر ما بین میتایل استید داشته باشیم که دو میتایل استید با هم یک جا میشن و در اثر یک جا شدن از اینا یک مرکب میسازن که اون میتایل استید میگن و همچنین اگر در هیدروژن فلوراید داشته باشین یک هیدروژن با فلورید به حساب رابطه هیدروژنی یا پول هیدروژنی تشکیل میده پول هیدروژنی تشکیل میده که اون پول هیدروژنی میتونه پول هیدروژنی میتونه که به حساب رابطه هیدروژنی به وجود بیاد بین هیدروژن فلوراید. پس رابطه بین هیدروژن و فلورین در شکست اعظمی یا عسکری که رابطه هیدروژنی تشکیل میشه زاویه بین از اینا 116 درجه میباشه که ما میتونیم رابطه هیدروژنی در مرکب آب، در مرکب میتایل استیت و در مرکب هیدروژن فلوراید با توضیحیم و میتونید از طریق سلایدم اونا مشاهده کنیم. ما رابطه داریم به نام رابطه پای و سگما که مربوط به روابط به حساب کوهلانت بشن و این رابطه پای و سگما میتونن که ما روابط داشته باشیم. تو رابطه خب رابطه سگما را اگر تعریف کنیم میگه نوعی از روابط کیمیایی میباشه که میتونه اوربیتال های اس اس، اوربیتال های اس پی و اوربیتال های پی پی داشته باشه، بین خود رابطه برقرار کنن و همچنین در مرکب اسیتلین اگر ما مشاهده کنیم ما یک رابطه پای داریم و دو رابطه، یک رابطه سیگما داریم و دو رابطه پای داریم که رابطه های سیگما رابطه های کوتاه هستند، انرژی کم میان و زود میشکنن و رابطه های سیگما رابطه هایی که طول رابطه از اینا بسیار بزرگ و مقاومت از اینا بسیار بزرگه. و همچنین رابطه پای داریم که رابطه پای یک رابطه به حساب رابطه یکی نو رابطه کیمیاویه که زودی میتونه بشکنه و همچنین رابطه پای میتونه بروی محورهای وای و زید عرض و اندام کنه و این طول رابطه از این کوتاهه و انرژی بسیار کم میداره. پس میتونه در اثر هیدروژنیشن به حساب اسیتلین میتونه رابطه های پای بشکنه و مرکب ایتان تشکیل شه. و همچنین موضوع دیگه که دارین، ما رابطه سگما داشتیم که شما تصویر از این روی سلاید میبینید، سگما تعریف کردین، سگما اس اس دارین، اس پی دارین و پی پی دارین، اس اس دارین، اس پی دارین و پی پی دارین. اگر ما اس اس از این به حساب مد نظر بگیرین، بین دو مرکب هیدروژن دو تا اوربیتال میبینین، اونجا به حساب به مشاهده میرسه که این دو اوربیتال میتونه یک اوربیتال از هیدروژن باشه، اوربیتال دیگه از هیدروژن دیگه. پس این هر دو تا یک مولکول هیدروژنه و اگر اس اس ما در مرکب هیدروژن روی دستگاه کیمیا توضیح ببینین به شکل دو دایره در محور اکسا عرض اندام کرده کیر، ما میتونیم بگیم سگمای اس اس. و همچنین سگمای اس پی دارین در مرکب هیدروژن فلوراید که اگر این اوربیتال ببینین هیدروژن، این اوربیتال اگر ببینین اوربیتال فلورینه و این دوتا با هم یک باندینگ انرژی دارن که با هم هیدروژن فلوراید ساختن. اگر روی دستگاه کیمیا توضیحی فضایی ببینین، یه اس ما به شکل دایره و پی ما به شکل یک دنبل روی دستگاه کیمیا توضیحی فضایی در محور چی؟ اکس ها ارزان دارن. و همچنین اگر سگما پی پی ما ببینین، پی پی بین دو کاربن صورت میگیره که اگر ما از اینجا تقسیم کنیم ای یک کاربونه اوربیتال های ای کاربونه دیگه، پس ما به این دو تا کاربن
پی اکس دارین، پی وای دارین، پی زیدی دارین که اوربیتال های پی، ای اوربیتال اس، ای اوربیتال اس، ای اوربیتال پی، ای اوربیتال اس، ای اوربیتال اس، ای ستا که هسته اوربیتال پی. پس پی ها بین خود خو به حساب ارتباط برقرار کردن. شما میبینین ای سعی کنیم ای انرژی دگه که هسته، ای انرژی دگه که هسته بین خود خو ارتباط برقرار کردن. بنی خاطر ما میگین پی پی، پس ای اوربیتال پیه، ای هم اوربیتال پیه. پس اینا میتونن که بین دو کاربن اوربیتال پی پی صورت بگیره که روی دسکای کیمیای توازی فضایی به شکل دو دنبل، که یک دنبل پی از یک کاربن و دنبل دگه که هسته از کاربن دگه که اوربیتال کاربن، اوربیتال کاربن روی دستگاه کیمیای توازی فضایی به شکل دو دنبل عرض اندام کردن در یک نقطه مشترک در اوربیتال بیرونی یا خارجی خو تونستن که به حساب رابطه برقرار کنن به شکل دو دنبل روی محور اکسون. و همچنین ما سگمای داریم که سگما ما پی اکس، پی وای، پی زیده. پی اکس ها همیشه سگما می باشن. هرچی ما پی اکس داریم سگماه. ما بینجی داریم سگمین، بینجی داریم اکس داریم، وای داریم، زی داریم. اکس داریم، وای داریم، زی داریم. پس اکس ها پی پی، ای پی شد، ای اکس شد، ای پی شد و ای اکس شد. پی اکس ها ما همیشه سگمای هستند که روی محور اکسا قرار میگیرند. پی وایا و پی زیدا ما هر دو تا چی هستند؟ پای هستند، رابطه پای هستند که به شکل دو دنبل با هم مزدوج روی محور وای ها و دو دنبل با هم مزدوج روی محور چی زید ها به حساب عرض اندام میکنند. پس میگین پی وای ما، پی وای ما رابطه پایه، پی زید ما رابطه وایه، پی اکس ما رابطه سگماه. پس طول رابطه پای طول رابطه کوتاهه که میتونه زودی بشکنه و انرژی کمتری داره و طول رابطه به حساب سگما بالا با انرژی بسیار بالای ضرورت داره که او اگر متلاشی شد.